سلام، به صفحه آخر هفته خوش آمدید. حوادثی که در ماه‌های گذشته در ایران اتفاق افتاده، در ظاهر می‌توانند بی ارتباط باشند، اما در باطن همه با یک نخ تسبیح به هم وصلند. از حفره اطلاعاتی که باعث شد آمریکایی‌ها بتوانند به راحتی به ماشین حامل قاسم سلیمانی، مهمترین ژنرال ایران، حمله کنند و او را بکشند، تا این آخری انفجار در سوله آزمایش سانتریفیوژهای نطنز. همه اینها سوال‌های جدی در حوزه امنیت ملی طرح می‌کنند. حجم گسترده بازداشت معترضان در هر حوزه‌ای که باشند یا پیدا کردن هر کسی که به نوعی شیوه‌های جاری حکومت ایران را به چالش بکشد و در مجموع سرکوب معترضان، دگراندیشان و اقلیت‌ها چنان سریع و بی‌وقفه انجام می‌شود که به نظر می‌رسد تمرکز چندین سیستم موازی اطلاعاتی همگی بر این حوزه است. مدت هاست که سیستم های اطلاعاتی در ایران بسیاری از فعالان مدنی در عرصه‌های مختلف را با اتهام های جاسوسی بازداشت و وادار به اعتراف می کنند. تلاشی برای به رخ کشیدن توان اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی. اما آیا واقعا این نهادهای متعدد و موازی در حوزه امنیت ملی موفق بودند؟ در برنامه امروز سه میهمان داریم. محسن سازگارا، فعال سیاسی از واشنگتن با ماست. مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا از همین شهر، و داریوش سجادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از آریزونای آمریکا با ماست. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. اجازه بدید از آقای سازگارا شروع بکنم. آقای سازگارا، به نظر شما آیا عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی ایران در اتفاقات اخیر قابل دفاع هست یا نه؟ نه، قطعا نقطه ضعف بزرگی محسوب میشه، به خصوص اینکه متخصصین میگن اسرائیلی ها وقتی میخوان عملیاتی رو انجام بدن، مأمور خودشون مستقیما وارد اون کشورها میشه، دست کس دیگه ای نمیدن، میرن اون هیتمنشون به اصطلاح و آدم های عملیاتیشون کارشون رو میکنن و برمیگردن. بنابراین اتفاقات اخیر ضعف حکومت رو در این زمینه نشون میده، اونم دستگاه عریض و طویلی که بیش از 16 سازمان اطلاعاتی و چندین شبکه اطلاعاتی اضافه بر اونها در کشور وجود داره. معروفاش البته وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه هستن و همه اینها در دفتری به نام دفتر عمومی حفاظت اطلاعات کل فرماندهی ستاد فرماندهی کل قوا در بیت رهبری متمرکزه. در واقع یک سازمان اطلاعاتی، مرکز اطلاعاتی بزرگ به مسئولیت آقای اصغر اعجازی و زیر نظر مجتبی خامنه‌ای در بیت رهبری عریض و طویل و مفصل این 16 سازمان اطلاعاتی رو باید هماهنگی بکنه و راه ببره. ولی خب میبینیم که چه اشکالات و شکافهایی داره. اجازه بدید نظر آقایون دیگر رو هم بشنویم. آقای سجادی، نظر شما چیه در این باره؟ در خصوص صحبت آقای سازگارا یک تحشیه دارم. ببینید، حقیقتش اولا این عملیاتی که اخیراً در نطنز اتفاق افتاد عملیات چندان خارق‌العاده‌ای نبود، ارزش عملیاتی هم اون معنا نداشت. اینکه یک بمبی رو در یک سوله منفجر کنن، قدر مسترم به هیچ وجه نمیتونه سازوکار فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو مختل کنه. بیشتر یک عملیات سیاسی بود که اسرائیل‌ها دغدغه این رو دارن که عملیات با این اثر عملیات حوزه سیاسی ایران رو برد نگه دارن در به نفع در واقع ترامپ که بتونه از اون تحریم. به نظر میاد هر دوی آقایون به ضرس قاطع میگن که کار اسرائیل بوده. چه میشه آقای سجاد شما بگید که بر اساس چی معتقد هستید که کار اسرائیل بوده 100%؟ خب من نه 100% که نمیتونم بگم چون هنوز اعلام نشده، ولی به شواهد هم چون سابقه اسرائیل تو این قضیه مشهوده که هم در قضیه عراق این کارو کردن هم در سوریه، فرض رو بر این اگر بذاریم میخوام بگم که اگر اسرائیل هم نبوده، اما هر حکومتی به خودش این حق رو میده که در تأمین امنیت خودش و اقتصاد خودش تشریک مسئولی کنه. من میخوام توجه شما رو جلب کنم به حتی خود آقای سازگارا که مقطعی جزء پایبران حکومت بودن. آقای سازگارا خودشون دیدن که علارغم اینکه در نخست وزیر تشریف داشته، اما
آقای کشمیری از فیلتر ایشون گذاشتن و اون انفجار رو که منجر به شهادت رئیس جمهور نخست ایران شد منجر شد و چیز عجیب غریبی نیست در تمام ساختار امنیتی اتفاق ممکنه بیفته که اما اینکه در قضیه کودتای نوژن باز خود آقای سازگارا بودن که اکت بیشترین فعالیت رو برای برخورد با اون حرکت کودتایی کردن. یعنی میخوام بگم چیز خارق العاده نیست و رقابت ها هست در تمام سازمان. من حتما با آقای سازگارا اجازه خواهم داد که پاسخ این صحبت ها رو هم بگم، ولی قبلش از آقای نوربخش میخوام نظرشون رو بپرسم. آقای نوربخش، به نظر شما آیا عملکرد سیستم های اطلاعاتی در ماهای اخیر قابل دفاع هست در تامین امنیت ملی؟ هرگز. من هرگز فکر نمی کردم که جناب سجاده بگن که خارق العاده نیست. ببینید، ما دو تا مشکل بزرگ الان در کشورمون داریم. یکی نفوذ امنیتیه در سپاه پاسداران و این دفعه اول نیست. دانشمندان هسته‌ای رو زدن، اسناد رو بودن در روز روشن، اسناد رو بودن از ایران. این در حقیقت یک وجه کار. الان هم پارچین و نتنزه. و مسئله دومی که در خیلی روش تبلیغ شده در ایران که اون هم باز به امنیت برمیگرده، در حقیقت بازدارندگی. ببینید، شما ایران در سوریه بوده و 7 سال در سوریه است، اما هیچ عکس العمل ایران نتونسته در سوریه در مقابل حملات اسرائیل از خودش نشون بده. یعنی پایگاه‌های نظامی ایران رو درون سوریه حفظ بکنه. اینه که من تعجب میکنم که اینها چیزای ساده‌ای نیست. یک کشوری که اینقدر خرج امنیت میکنه و اینقدر حساسه نسبت به کسانی که درون کشور، شهروندان کشور، یک اعتراض خیابانی نمیتونن بکنن، اینقدر در حقیقت زمینه در سپاه و بقیه جاها بازه که اسرائیل در حقیقت بره در حساس ترین نقطه کشور نتنز، اون بتونه در حقیقت حالا یا یک بمبی در حقیقت اونجا بگذاره از طریق نفوذی های خودش، یا به هر بار بحث است که از طریق نمیدونم حالا یا پهباد یا چیزهای دیگه زده شده. اما این به نظر من چیزی نیست که یک دفعه اتفاق افتاده. به نظر شما اشکال از کجاست جناب نوربخش؟ چه چیزی باعث این شده که اگر این خلای اطلاعاتی به وجود اومده، از کجا به وجود اومده؟ چرا به وجود اومده؟ والا در هر کشوری شما وقتی که نگاه میکنید، این بیشتر برمیگرده در حقیقت به میزان وفاداری شهروندان. ببینید، شما توی این آمریکا یا کشورهای دیگه فرق نمیکنه، شما خیلی کمتر این چیزا رو میتونید ببینید. شما در ایران با یک نظامی روبرو هستید که حتی در بین افرادی که حالا توی سپاهن یا این طرف هستن یا اون طرف هستن، اینها میزان وفاداریشون در حقیقت نسبت به این نظام کم شده و اونجاها در حقیقت هزینه میکنن، از پای در حقیقت این نظام هزینه میکنن. این نظام نتونسته در حقیقت یک نظام منسجم درست بکنه به خاطر که اعتماد و اعتبار در حقیقت اخلاقی خودش رو و اجتماعی خودش رو دست داده. اینه که یه آدمی به هر بار خیلی راحت اسرائیل میتونه یک آدمی رو در بالاترین در حقیقت رتبه های سپاه بخره و این کار رو انجام بده. این همش به نظر من برمیگرده به اون اعتباری که این نظام از دست داده. صحیح. آیه سازگارا، نظرتون راجع به این صحبت میخوام بدونم و علاوه بر اون میخوام بدونم که شما دید، گفتید 16 نهاد اطلاعاتی است. واقعیتش اینه که تعدادشون خیلی زیاده و بعضیاشون اسمشون هم انقدر مشابهه که به سختی بشه اینها رو از هم تشخیص داد. اما فکر میکنید چقدر رقابت‌های درون نهادهای اطلاعاتی میتونه تاثیرگذار باشه؟ حتما این مواردم موثره. اجازه من فقط یک جمله عرض کنم. من هیچ وقت در دستگاه اطلاعاتی کشور نبودم. آقای کشمیری هم از کانال فیلتر من رد نشد، رفت به نخست وزیری. ضمن اینکه سال 1359 و 60 که مملکت اونجور آشفته بود با الان که 40 سال گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. اما الان ببینید، من یک بخش کاملا با آقای دکتر نوربخش موافقم. نظام مشروعیت خودش رو از دست داده و کارگزاران درجه اولش، حتی هسته سختش الان بهش بیباورن. این یک نکته است که حالا در ادامه بحث شاید بهش بپردازیم. چاره جویی هایی هم که داره میکنه به نظرم ره به جایی نمیبره. اما نکته دوم این است که همین تمرکز در یک جا در بیت رهبری و سازمان های اطلاعاتی متعدد که گاهی همدیگر دستگیر میکنن. ما
تو جنبش سبز دیدیم اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات که با همدیگه رقیب هم هستن، گاهی بعضی مواقع همدیگه رو دستگیر کردن و دستگاه های مختلفی که از نیروی قدس، نمیدونم سپاه 110، چی انواع اقسام دستگاه های اطلاعاتی که درست کردن، اطلاعات در بسیج، در نیروی انتظامی و غیره، اینها با همدیگه اون مدیریت ارشد نمیتونه هماهنگشون بکنه. بنابراین ساختار اشکال داره. اما نکته سوم به نظر من به این برمیگرده که تبعیض در این سازمان ها بیداد میکنه و حقوقشون مکفی نیست، کافی نیست. یه کارمند اطلاعات 4 میلیون 5 میلیون تومان حقوق میگیره، گاهی جونش در خطره. در همون حال یه آدم در بیت رهبری ممکنه 18 میلیون تومان همتراز او 20 میلیون تومان حقوق میگیره. و به همین دلیل هم در چند سال اخیر شاهد بودیم مثلا رئیس دفتر آقای نقدی رو اسرائیلی ها خریدن، مسئول دسک اسرائیل در اطلاعات سپاه آدم اسرائیل از آب در اومد و موارد مختلفی. بنابراین به نظر من اشکال عدم مشروعیت و حکومت ساختار دستگاه اطلاعاتی و بعد هم وضع پولی و تبعیض‌های پولی مجموعاً دست به دست میده و اون وقت اینطور وقتی پنجه در پنجه یک سازمان اطلاعاتی مثل موساد اسرائیل میندازن، ضربه میخورن در داخل ایران. به نظر من هم اصلا کم اهمیت نیست که آدم های اطلاعاتی یک کشور بیگانه بیان داخل کشور در یکی از محرمانه ترین تأسیسات مملکت، یعنی تأسیسات نطنز، بتونن برن تو سالن آزمایشش و به اصطلاح تحقیق و توسعهش بمب بذارن یا دانشمندان رو بکشن یا ده ها اتفاق دیگه در مرکز موشکی ملارد بیگنه که حسن مقدم کشته شد یا چندین مثال دیگه که میشه آورد. آیا سجادی به نظر میاد که دو نفر دیگه با شما موافق نیستن در صحبتهایی که فرمودین، نظرتون چیه؟ بله، من معتقدم که اساساً خودم نگاه هم تو مسائل سیاسی سعی میکنم خیلی سانتیمانتال به قضیه نگاه نکنم و برخلاف فرمایش هر دو دوست عزیز باز تاکید میکنم این رقابت های امنیتی چیز طبیعیه. این که جناب آقای نوروش تاکید میکنن که این خواب شکسته که مثلا اسرائیل تونسته نفوذ کنه از بچه های سپاه، نه اتفاقا اصلا طبیعی و شکست هم نیست، همونطور که ایران تونست در سطح وزیر در اسرائیل جاسوس بکره. این رقابت های امنیتی هست و برخلاف تاکید جناب آقای نوربخش و حتی جناب آقای سازگارا، همونطور که تاکید کردم امنیت اولویت هر حکومتی در هر ساختاری است. کما که در همین ایالات متحده که بنده و هر دو مهمان عزیز در خدمتون هستیم، وقتی امنیتش به خطر افتاد در 11 سپتامبر با قانون پاتریوت اکت بدیهی ترین حقوق شهروندی تضییع شد به این اعتبار که امنیت در خطر افتاده. به اشاره کردیم مثلا به قضیه ترور سردار قاسم سلیمانی. اتفاقا میخوام بگم ترور سردار قاسم سلیمانی یکی از اشتباهات استراتژیکی بود که اصلا هم ارزش عملیاتی نداشت، چون سردار با یک پرواز شخصی داشت، اصلا پوشش عملیاتی با معنی هم نداشت. و اتفاقا زدن سردار قاسم سلیمانی از یک طرف منجر به یک همدلی ملی در ایران شد، از سوی دیگه برخلاف تصور خود آمریکایی‌ها بعد از ترور سردار، شما دیدین سنگین ترین و مجهز ترین سیستم های ضد موشکی خودشونو منتقل کردن به عراق. خب اگر قرار موافقت اومد باشه باید یه مقدار هم امنیت خودشون بیشتر میشد. برخلاف هر دو دوست من معتقدم یه مقدار دارن اگزاجره میکنن. اینا رقابت های طبیعی سازمان های امنیتیه و هر آینه که امنیت هر کشور به خطر بیفته بر خودشون فرض میدونن که از طریق همین سازوکارهای امنیتی مواجه ایجاد کنن. نمونه بچه‌ها شما نگاه کنید، آقای زم از پاریس منوی میتونم بگم رو بوده میشه دیگه. یعنی یک دقیقا سوال همین است جناب سجادی، مسئله این هستش که امنیت رو چه تعریف میکنند به نظر شما، یا شما فکر میکنید امنیت ایران چی هست؟ اینکه شما یک مسئول یک کانال تلگرامی رو در خارج از مرزهای خودتون با اون به هر حال مانور تبلیغاتی هم که روش شد بازداشت بکنید و به کشور بیارید، این تامین امنیت میکنه؟ خانم قاضی‌زاده ایشون مسئول سایت ساده نبود، ایشون در ماجرای آشوب‌های سال 96 داشت عملیات چریکی رو مدیریت می‌کرد، شیوه جنگ شهری رو داشت دقیقاً از طریق آمدنوس مدیریت می‌کرد. این به من فرق می‌کنه با یه مسئله داره سجادی که یه دونه سایت کم فروغ در خارج کشور داره. وقتی آمدنوس ما بدل شده بود به یک دپوی برای تهییج و مدیریت حرکت‌های شهر آشوبانه و قوقاسالانه و تخریبی، دیگه نمی‌شد کم لطفی اگر بخوام بگیم که مثلا
چیز ساده ای بود. اجازه بدید نظر سایرین رو هم بشنویم. آقای نوربخش نظر شما چیه؟ به نظر شما تعریف حکومت جمهوری اسلامی از امنیت چیه؟ بارها ما شنیدیم که ایران جزیره ثباته و به خاطر بحث امنیت بسیاری از آزادی های دیگه مردم سرش به هر حال اختلاف نظر هست، معاملاتی صورت میگیره. چقدر واقعا تعریف امنیت یک تعریف جامعی هست در نظام جمهوری اسلامی؟ والا من خیلی با احترام خیلی تعجب کردم که جناب سجاده میگن که آمد نیوز یک سایت خیلی مهم بود خارج کشور. همون کسایی که سیاسی هستن، همون کسایی که درون کشور بودن میدونن یک سایتی بود که در حقیقت حالا در آمریکا در دنیای غرب بهش میگن فیک نیوز دیگه. هیچ کسی در حقیقت اگه دنباله میکرد سایت آمد نیوز رو، اون هیچ کاربرد امنیتی در درون ایران نداشت. من خیلی تعجب میکنم که این حرف زده میشه. اما درون ایران، درون کشور، یک شهروند که در حقیقت اعتراض میکنه، شما الان ببینید با دانشجو چه میشه در این کشور، با خانم نرگس محمدی چی میشه در این کشور. مگه خانم نرگس محمدی چقدر میتونه تهدید برای این کشور باشه که از زندانی به زندان دیگه میره، به بیماری اون رسیدگی نمیشه. اینه که من تعجب میکنم که یک نظامی که اینقدر ادعا داره، نظامی که در حقیقت هیچ حقی برای شهروندان خودش قائل نیست، به راحتی یا توی سوریه در حقیقت تسلیمه، یا خارج از در حقیقت مرزهای ما تسلیمه، یا در حقیقت اون دستگاه اطلاعاتی عریض و طویل ایران آنچنان در حقیقت سوراخ شده، آنچنان نفوذ دروش میشه که هر چند وقتی مرتبه ای ما در حقیقت میتونیم ببینیم که این ماجرا اتفاق میفته. شما همین اتفاقاتی که جدیداً داره میفته در بخش فساد در ایران، اینها رو غیر امنیتی نبینید. وقتی که یک کشور در حقیقت وارد این حیطه ها میشه، حیطه فساد، این بر امنیت کشور، بر اعتماد مردم در حقیقت اثر میگذاره. این اعتماد خودش در حقیقت یک دونه اعتباره، یک دونه امنیت برای یک کشور. بله. وقتی که شهروندان یک کشور اعتماد به دولت خودشون نمیکنن، آقای صادق لاریجانی در این قوه قضاییه بوده، یک آدمی 10 سال با ایشون کار میکرده، یکی از مفسدترین آدم ها هست، فسادهای بالایی شده. شما چگونه میخواید روز مبادا، روزی که در حقیقت روز چالش برای ایران، چالش های امنیتی، از این شهروند کشور خودتون سوال بکنید؟ آقای خامنه‌ای دفاع میکنه از آقای صادق لاریجانی، دفاع کرده ازش در همین بحبوحه در حقیقت این فساد مالی بزرگ. این آیه مشکل امنیتی نیست؟ مشکل امنیتی نیست که شما آقای سجادی بپرسم. آقای سجادی، این در واقع سوال اصلی اینه، مردم در کجای تعریف امنیت در نظام جمهوری اسلامی قرار میگیرن؟ شما صحبت کنیم که همین چند وقت پیش دیدین که به خاطر کشته شدن جورج فلوید در آمریکا چه شهر آشوبی را افتاد و چه برخوردهایی هم پیش اومد بین پلیس و معترضین. ببینید، من همطور که تاکید کردم مجددم تکرار میکنم، از نگاه من به دنیای سیاست نگاه سانتیمانتال و رمانتیکی نیست. وقتی جناب آقای ترامپ سال گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل صراحتا گفتن که انقدر ایران رو زیر فشار تحریم‌های فلجگونه قرار میدیم که شهروندان رو به شورش آشوب بکشونیم، خب این چیز خلق استایی نیست. 40 سال گذشته ایالات متحده از طریق تهدیدهای نظامی و تحریم اقتصادی کوشیده در زمین معیشت مردم ایجاد بحران انگیزش کنه تا بتونه از اون طریق با آشوب‌های شهری ساختار قدرت رو به چالش بکشه. خب هر حکومتی به خودش این مجوز رو میده که در مقابل پاتک دشمن، در مقابل تک دشمن پاتک بزنه و برخورد کنه و مواجهه ایجاد کنه برای اینکه تامین امنیت کنه. امنیت یعنی اقتدار، امنیت به معنی اصلی نیست. زمانی شما امنیت دارید که بتونید از طریق انفاذ خود اقتدار خودتون رو تنفیذ کنید به شهروند و حوزه نفوذ قدرت خودتون. اتفاقا من میخوام بگم که اگر اینجا گلایه‌ای هست، هم آقای نوربخش هم جناب سازگارا ابتدا به ساکن باید دولت ایالات متحده رو فرمود مورد خطا قرار بدن که چرا فشار رو خودتون صراحتن اعلام میکنید، انقدر میخواین ببرین بالا که در ایران ناامنی ایجاد کنین که بعد دولت و هر حکومت دیگه هم که باشه به موظفیه خودش بر اساس حرم مظلوم وظیفه داره امنیت تامین کنه، بعد میگیم یک گریبان هم حکومت میگیم که تضییع شده حقوق شهروندیش از طریق تحریم اقتصادی و قطعا هم بی‌مالاتی اقتصادی خود مدیران دولتی هم نمیخوام ممکن باشه. ولی من نفهمیدم بحث قوه قضاییه و فساد حالا چه ربطی اصلا به این حقوق. خب بذارید آقای نوربخش توضیح بدن. بفرمایید آقای نوربخش. من خیلی تعجب میکنم جناب سجادی، شما یک شهروندان کشور خودتون رو، 80 میلیون آدم رو، شما فکر میکنید اینا تحت تاثیر ترامپ قرار میگیرن در مقابل دولت؟
این بی اعتنایی، بی ارزشی به یک ملت بزرگ نیست، ملتی که در حقیقت انقلاب کرده در ایران. اینها تحت تاثیر آقای ترامپ و پامپئو قرار می گیرند که در مقابل دولت خودشون بایستند. این بحث خیلی عجیبه. این دقیقاً زاویه‌ای هست و از زاویه‌ای هست که این نظام مردم این کشور رو می‌بینه. همه این مردم براش دشمنن این نظام. همین بحث رو شما دارید الان اینجا می‌کنید. شما به خودتون اجازه میدید به یک ملت بزرگی اهانت بکنید به این تعبیر که آقای ترامپ میتونه این مردم رو به شورش واداره. این مردم انقلاب کرده هستن. این مردم در حقیقت این تشییع جنازه‌ای که از آقای قاسم سلیمانی شد برخلاف گفته شما این ناسیونالیسم ایرانی رو در حقیقت به نمایش گذاشت. بسیاری از مردمی که اومده بودن بیرون، آقای تاج‌زاده تو این تشییع جنازه شرکت کرده برای ناسیونالیسم. مردم کشور ما در این تشییع جنازه نشون دادن که دخالت دشمن خارجی رو قبول نمی کنن. زدن یک دونه در حقیقت سرباز رو قبول نمی کنن. شما نظام باید برای این مردم احترام قائل بشه، نه اینکه این مردم رو دائم بکوبه. شما نگاه بکنید این کشور چی میگذره. من سوال از شما کردم، مشکل خانم نرگس محمدی چیه درون این کشور؟ آقای نوربخش، آقای سجادی بفرمایید. من میخوام از آقای سازگارم وارد این بحث بکنم. بفرمایید. دارم من یه توضیح بدم؟ ببخشید. بله بفرمایید. عرض میکردم من احترام قائلم برای صحبت جناب نوربخش، اما آقای نوربخش من تاکید میکنم من نگاهم نگاه سانتیمانتال نیست. بله آقای ترامپ توانست از طریق تحریم ها تصمیم از گرده ملت ایران بکشه. من دو ماه پیش از این اومدم دولت ایالات متحده شیلی و آلندر از همین طریق با کودتا آورد پایین از طریق بحران معیشت. دولت مانگوا در دوران نیکاراگوا در دوران اورتگا رو از طریق همین تحریم ها به تصمیم از گرده مردم کشید و تونست اون ساختار اومد. با این تعریف که مردم خودشون تهدید امنیتی ان برای ایران دیگه. منظورتون اینه؟ الان جناب آقای نوربخش میفرمایند که تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی یک ناسیونالیست بود. آقای نوربخش من در ایران بودم در تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی، من نقش داشتم. اینا رو من نمیدونم شما از کجا فکت میکنید وقتی کوچکترین مسئله از این حیثی که شما مطرح میکنید وجود نداشت. و اتفاقا دوستانی که میومدن میگفتن ملت ایران مخالف استکبار ستیزی آمریکا ستیزی هستن، آقای قاسم سلیمانی در نوک پیکان آمریکا ستیزی قرار داشت. وقتی زدش آمریکا همین ملت اومدن براشون اقبال میلیونی کردن. یه مقدار از این رمانتیسم سیاسی که فاصله بگیرید. نظر آقای سازگارا رو بشنوید. آقای سازگارا نظرتون در این دعوا چیه؟ به نظر شما والا به این آقای سجادی همچین دفاع میکنه که فکر نمیکنم مشتبه خامنه‌ای هم اینجوری از دستگاه امنیتی خودش دفاع کنه. و این فرافکنی مشکلات داخل ایران به گردن خارجی انداختن و آمریکا و اینا، ایشون گویی سبقت خود خامنه‌ای هم رو بوده. ببینید مسئله این نیست که حکومت سالهاست بگیم ترامپ تحریم فشار حداکثری کرده، اوباما چی بگیم، اوباما بوش چی بگیم، بوش کلینتون چی، بریم عقب همینطوری تا خود کارتر. 40 سال این جمهوری اسلامی با زبون زور با مردم حرف زده، به هرچی زور داشته، به زن و بچه مردم تو خیابون و یا فعال مدنی، حالا خانم محمدی رو اسم آوردن، نرگس محمدی، صد و صد امثال ایشون، صدها نفر رو، هزاران نفر رو جمهوری اسلامی با برخورد سرکوبگرانه، قلدرانه، آدمکشانه و به زندان افکندن و تفتیش کردن اینها سرکوب کرده. برای مردم دفاعی که میکنن میگن که به هر حال جمهوری اسلامی کشوری هست که دشمنانی داره، مثلا اسرائیل، رقبایی داره مثل عربستان، آمریکا از آغاز با جمهوری اسلامی مسائل ایدئولوژیک داشته و به هر حال این کشور کشوری هست که ممکن هست از درون از طریق مردم خودش، کسانی که در داخل هم هستن، مورد تهدید واقع بشه. پاسخ شما به این چیه؟ ببینید اولا ایران تنها کشوری نیست که دشمن داره. تمام دوره جنگ سرد شرق و غرب عالم جلوی هم لشکرکشی کرده بودن. به این بهانه کشورهای آزاد مگه شهرفنداشون سرکوب میکردن؟ این که بهانه است. و نکته دوم، کی گفته اصلا ما به نظر کی باید اینقدر با آمریکا دشمن باشیم، خواهان محو اسرائیل بشیم، با عربستان نمیدونم موشک بزنیم توش، همه نصف دنیا رو با خودمون دشمن کنیم که بعد به بهانه این هم مردممون رو سرکوب کنیم، هم بلندشیم بریم چین رو برداریم بیاریم با اون دستگاه جهنمیش یه قرارداد 25 سال مملکت رو واگذار چین کنیم، عمدتاً هم برای اینکه اون بساط اینترنت و سرکوب و دستگاه
آدمکشی چین رو بیاری تو ایران و صد مسلط کنی بر سر مردم. بنابراین اصل ماجرا محل سواله، به نظر کی ما باید اینقدر دشمنی کنیم؟ مگه این همه کشور تو دنیا دارن زندگی میکنن؟ مگه همه دنبال نابودی آمریکا و محو اسرائیل هم دارن زندگیشون میکنن و یک سیاست مستقل ملی ایجاب میکنه، یک حکومت مردمی که بخواهد منافع ملی مردم رو تامین کنه، با همه کشورهای دنیا روابط مناسب داشته باشه و بهترین ها رو برای کشورش انتخاب کنه، نه این وضعیتی که جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای الان درست کرده برای یه ملت. آقای سازگار، آیا در وضعیتی که الان میبینیم شما نگران وضعیت امنیت ملی ایران هستید؟ آیا نگران یک چالش جدی امنیتی هستید از طرف حالا هر کشور خارجی یا هر؟ نگرانی به معنی این که در یک جنگ امنیتی و اطلاعاتی وقتی که جمهوری اسلامی خودش رو درگیر میکنه به منافع ملی ما ضربه ای بخوره، بله من نگرانم، کمان که خورده تا الانم. صحیح. حسن مقدم که در انفجار موشکی ملارد کشته شد فرد لایق و سالمی بود و ده ها آدم دیگه، ده ها بچه های سالم دیگه که فداکاران کار کردن و کشته شدن. نگرانم از این که این بی‌برنامگی، سرکوب، فساد و رفتار حکومت جون مردم ما رو به لبش رسونده و ممکن است اتفاقاتی بیفته که آبان 98 که 1500 نفر به روایت رویترز کشته شدن ممکن است انگوش کوچیکش باشه و بحران‌های بزرگ و آشوب‌های بزرگ اجتماعی درست بشه، باز دوباره مردم کشته بشن یا اتفاقات و تخریب‌های اتفاق بیفته که خلاف مصالح ملی ماست. بنابراین بله، به معنی یک شهروند ایرانی کاملا نگرانم، به دلیل سوء مدیریت، فساد، سرکوب و اشتباه اندر اشتباه و غلط اندر غلط حکومت جمهوری اسلامی. آقای سجادی، شما نظرتون راجع به این حرفا چیه؟ علاوه بر این که به نظر میرسه که این رو در این برنامه هم میشه دید، برای بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی و ایران دو تعریف متفاوت و مجزا هستند، گاهی کاملا حتی علیه هم. نظر شما راجع به این چیه؟ آیا این وضعیتی که الان میبینیم امنیت ایران رو تامین میکنه یا امنیت جمهوری اسلامی رو؟ من انتقاکی بین این قائل نیستم، که من که من به سمت خودم نگران هستم. اساسا وقتی مثال بونم زدم که ترامپ صراحتا از طریق تحریم ها گفت میخوان آشوب در ایران درست کنیم و موافقم شده. ببینید آبان 96 خب آشوب اقتصادی بود، همین که در سال گذشتم دیدیم اقتصاد خورده زمین و از طریق اون من مثالش رو زدم به آقای نوربخش که در شیلی هم این کارو کردن، در نیکاراگوا کردن، در ونزوئلا هم دارن میکنن. ما چرا نمیخوایم این واقعیت رو ببینیم و این به این اعتبار میخوام بله بله بنده هم نگرانم، اما نگرانی آقای سازگارا رو من حقیقتش درک نمیکنم. آقای سازگارا، این قاسم سلیمانی همون قاسم سلیمانی بود که در ماجرای افغانستان بیشترین کمک رو به پنتاگون کردن و بیشتر همکاری رو با آمریکا کردن، اما همون آمریکایی که همون مقطع شما در مؤسسه جورج بوش باشون همکار میکردین، توسط جورج بوش ما شدیم محور شرارت، در لشکرکشی کرد به عراق و شما یک کلمه اعتراض به اون کشتاری که آمریکایی‌ها در عراق کردن به عنوان انسان دوستی حداقل نکردیم. میخوام بگم که یک مقدار ما موظفیم دبل استاندارد رو بذاریم کنار. بله، واقعیت اینه که مردم ایران زیر فشار اقتصادی تسمه از گردشون کشته شده که بخشش برمیگرده به بی‌مبالاتی هیئت دولت که به نوعی به خاطر خوشبینی‌های سیاسی خودش تمام فرصت‌های ما رو سوزون در 8 سال گذشته، اما بخش عمده‌اش که نه در دوره ترامپ، از صدر انقلاب پیروزی جمهوری اسلامی، مگر ما در قرارداد الجزایر بر سر آزادی گروگان‌های آمریکایی در بند دوم آقای سازگار حداقل موقع بودن تو ساختار آمریکایی صراحتن امضا کردن که ما از دخالت در امور داخل ایران احتراز میکنیم. یک روزم پایبند این قضیه نموندن و طی 40 سال گذشته 41 سال گذشته به لطائف الهیئه با تحریما و تهدیدها ایران در فشار و منگنه قرار دادن، همون که هر کشور دیگه‌ای هم که به نوعی ساختار هژمونیک آمریکا رو به چالش کشیده رو به چالش اقتصادی کشوندن که مثالاشو هم برای شما زدم. بله آقای سازگار بفرمایید. حالا این آقای سجادی ظاهرا اصرار داره مسائل رو شخصی بکنه، من اون رو لایق جواب دادن نمیدونم. من که همین مثالی هم که میزنم، من اتفاقا موقع ایران بودم، در مؤسسه بوش نبودم. ولی ببینید این که ما بخواییم اینی که ما بخواییم بگیم که مسائل ایران همش ناشی از خارجه، این خارجیه، مثلا آمریکا.
که این مشکلات در ایران ایجاد کرده این هم سیاست آقای خامنه ای، یعنی فرافکنی. به نصف ثروت کشور خامنه ای تصاحب کرده، اینو آمریکا کرده یا یک کشور خارجی کرده. ستاد 46% تولید ناخالص داخلی کشور توسط خامنه ای و بیتش و ستاد اجرایی و بنیاد و غیره داره کنترل میشه. میلیارد ها میلیارد فساد تو این کشور جابجا میشه. صحبت میلیارد دلاری این به خارجی ربط داره یا این دوزایی که الان سر کارن اینا رو مثلا خارجی کاشته اونجا؟ محرم ترین آدم های کشور آقای خامنه ای این آقای لاریجانی رو گذاشت مدیر بلافصلش اکبر طبری، حالا یکیشونه در اومده، 100 تا دیگه امثال اینا هستن. اینا به خارجی ربط داره؟ آیا سجادی اینا به خارجی ربط داره؟ انواع اقسام فسادها و سوء مدیریت ها و ساختار غلط اقتصادی که در کشور هست و تبهکاری ها یا کشتار زندانی ها در سال 67 توی زندان و صدها مثال میشه آورد. اینا رو گردن خارجی انداختن در رفتن از زیر انتقاد درست برای درست کردن اون کشور. آقای سجادی من یه تذکر دارم، آقای سازگار فرمودن من شخصی میکنم، نه اتفاقا اصلا اصراری به شخصی کردن ندارم، اما شما بودی که در واقع شخصی کردیم. میان میگین که فلانی از نمیدونم آقای مشتبه خامنه‌ای هم. ببینید من قرار است اینجا بر اساس خوشایند شما صحبت کنم، من در دعوت کردم نقطه نظرات کارشناسی خودم رو بنا به هر دلیل بگم و تا همون حدم حرف میزنم. اما بحث متنی بره، من معتقد بخش عمدهش مقصرش همین فشار اقتصادی بوده که ساختار حکومت ایران ما که تقریبا نیستیم، متکی بر رانت و نفته، و وقتی این ساختار رو میبرن زیر فشار اقتصادی بستر فساد رو اتفاقا هم من اتفاقا این نکته تذکر یه جایی رو با آقای سازگار همدلی میکنم. بله بنده هم معتقدم بیاین بپذیریم که دشمن و یک بهانه است برای توجیه بی‌مبالاتی و مدیریتی جمهوری اسلامی. بیاین یک بار به آمریکا بگیم سایه دشمنی خود از ایران کم بود، حکومت بیاد پایین دیگه. اگه میپذیریم که جمهوری اسلامی داره به بهانه آمریکا و دشمنی آمریکا توجیه میکنه سرکوب رو، از آمریکا بخوام دست از سر این ادامه داده. خب جان سجادی ممکنه ادعا بگن در دوره اوباما این اتفاق افتاد. ببینید جمهوری اسلامی به جز آمریکا با تمام کشورهای دنیا رابطه دیپلماتیک داره، چرا مشکل با اونها ندارن؟ ولی این آمریکا تنها آمریکاست که از 41 سال گذشته بنا به هر دلیلی داره شیطنت میکنه و دیگه مناسبات سالم و عادلانه با ایران رو بر نمیتابه. آقای سجادی یادتون هست در دوره اوباما الان یکی از انتقادات جدی که از طرف مخالفانش میشه اینه که با رژیم جمهوری اسلامی، با حکومت جمهوری اسلامی خیلی با مماشات رفتار کرده، سر برجام، سر موارد دیگه. همون موقع یادتون آقای خامنه ای میگفتن که این دست آهنین هست زیر دستکش مخملین؟ بله بله بله. باز ببینید اوباما تا خرداد سال 88 ویلکامین کرد به بهبود رابطه و مذاکره رو با ایران، اما توجه کردین که در قضیه انتخابات سویچ شد ماجرا، یعنی بعد از اینکه جنرال رادیکال ما در مورد برجام صحبت میکنیم، سالها بعد از اون قضیه. نه الان شما بحث دستکش آهنین رو کردین بله. که اوباما بود بله. برجام که بعد از اون قبل از بود، در واقع بعد از داستان اتفاق افتاد که در واقع میشد آخر دوره آقای اوباما. درسته، عرض میکنم که اوباما منتقد هستند، انتقاد میکنن ازش، میگن که در دوره ای که باید با جمهوری اسلامی کنار نمیومد کنار اومده با جمهوری اسلامی. خیلی نه، از نه، کجا کنار اومد؟ نه کجا خانم عزیز کجا کنار اومد؟ با چی میگیم کنار اومد؟ من معتقدم که نه اوقاپای کاخ سفید و نه کبوتر کاخ سفید در روز تغییر هم نداشته، فقط تاکتیکو متفاوت بوده. استراتژی یه طرف دنبال رژیم چنج بود، یه طرف دنبال تغییر رفتار رژیم، که هر دو در مورد به یه جو ختم شد. من اصلا انتقاد به اینا متوجه بسید. آقای نوربخش صحبت دارم، بفهمین نوربخش میکنم. واقعا تعجب میکنم، ما بسیار فرصت‌های فراوانی رو از دست دادیم که با آمریکا مشکلاتمون رو حل بکنیم. تنها اوباما نیست، ما چرا زمان کلینتون نتونستیم با آقای خاتمی مشکلاتمون رو حل بکنیم؟ وزیر امور خارجه دولت کلینتون تا مرز معذرت‌خواهی برای کودتای 28 مرداد اومد و تیپ خصوصی هست. آقای خاتمی در حقیقت نهایت کوشش رو کرد که مشکلات رو حل بکنه، اما رهبری جمهوری اسلامی اجازه نداد از این فرصت استفاده بشه. شما چرا برمیگردید به دوران اوباما؟ ما در طول در حقیقت چند سالی که زودتر از اینکه آقای اوباما سر کار بیاد، دولت ایران رابط داشته، آقای صالحی رابط بوده با دولت آمریکا.
شرایط آماده بوده که باز مجدداً ما از این فرصت استفاده بکنیم. چرا صبر کردیم از دو سال اول بله. اوباما که مجلس و کنگره و همه چی دست دلحیت دولت اوباما بود که میتونست برجام رو اونجا مصوبه کنگره آمریکا بکنه، چرا از این فرصت رو گذاشتیم؟ در تاریخ آمریکا فرصت‌های زیادی پیش اومده، بله. مشکلات رو به آمریکا برنگردون. در ضمن آمریکا یک آمریکا نیست، رهبر جمهوری اسلامی همیشه لغت آمریکا رو به کار میبره. آمریکا یک آمریکا نیست، آمریکا از نیروهای مختلف اجتماعی تشکیل میشه، دولت‌های مختلفی سر کار میان، فلسفه مختلفی در سیاست خارجی خودشون دارن. برای ما ایران هیچ فرقی نمیکنه چه دولتی سر کار بیاد، و با هیچ دولتی در حقیقت ما نتونستیم و نخواستیم در طول این 40 سال مذاکره بکنیم. مشکلاتی که امروز ما درون کشور خودمون ساختیم هیچ ربطی به دولت ترامپ هم حتی نداره. من میدونم که این بحث جالبی هست، ولی ما بحث اصلیمون در مورد نیروهای سازمان‌های امنیتیه. بله خانم رئیس، اجازه من خودم کرکت بکنم اینجا که یه وقتی دوستان دارن بگن که من حتی مشکل ترامپ هم نمیدونم. ببینید، در ابتدای این دولت آقای تیلرسون سر کار اومده، با رفتن بیرون از برجام هم سخت مخالف بوده، آقای ظریف هم ملاقات کرده در گوشه سازمان ملل، نشون هم داده که حاضر با ایران مذاکره ای بشه. چرا از این فرصت ها ما استفاده نکردیم؟ ما که معترض در حقیقت دولت ترامپ هستیم. من نمیفهم آقای سجادی راجع به چی دارن صحبت میکنن. من که در حقیقت همه اون کسایی که منو میشناسن میدونن من چقدر ضد ترامپی و ضد در حقیقت این سیاست های دولت آمریکا هستم. اما بحث سر اینه که ما چرا از فرصت ها استفاده نکردیم؟ چرا کشور امروز بعد با مشکلات امنیتی، با مشکلات در حقیقت اقتصادی و با یک بحران عظیم بیماری الان روبرو باشه؟ بله. شما گفته وزیر بهداری رو دیروز شنیدی؟ بله، وزیر بهداشت. بله. از این بله که بترسید که مردم شورش بکنن. حالا آقای سجادی اینجا میگن که 98 در حقیقت یک شورش بود، بعدم مثال میزنن که در شیلی فلان. مجددا شما برگشتید که مردم خودتون رو زشت، مردم خودتون رو پلید بدونید و احساس بکنید که این مردم در حقیقت تحت تاثیر دولت ترامپ هستن که در آبان ماه بلند شدن. شما هیچ کردیتی در حقیقت به اون مردم نمیخواد بدید. یک جنبش مردمی، مردم در حقیقت اومده بودن، یک حق قانونی داشتن مثل در حقیقت سال 88. چرا موسوی کروبی الان در حبس هستن؟ مگه تقاضای اونا قانونی نبود؟ چه دشمن خارجی در سال 88 در کشور ما بود که این جنبش بعد آنچنان در حقیقت منکوب بشه و دو تا آدم بزرگوار و شریف الان در زندان باشه؟ آقای نوربخش، به نظر شما این که نهادهای اطلاعاتی در ایران به نظر میاد که خیلی روی بحث‌های داخلی متمرکز هستند، چه تأثیری روی عمل کرده اونها گذاشته؟ بسیاری معتقدند که این نهادها به جای اینکه نگران دشمن خارجی باشن، حالا این دشمن میتونست دشمن نباشه، اون یه بحث دیگه است، اینکه به هر حال یه دشمنای خارجی ایران داره، به جای اینکه این نهادهای اطلاعاتی امنیتی تمرکزشون روی اون کشورهای خارجی باشه، تمرکزشون روی داخل هست، روی کنترل، روی سیستم داخلی کشور و مردم ایران هست. فکر می‌کنید چرا؟ ببینید، اینها نشانه هم گرفتن. در همین انتخابات گذشته خانم قاضی‌زاده 40% واجدین شرایط اومدن در انتخابات، درست؟ یعنی 60% واجدین شرایط به این دولت و به این نظام اعتماد نداشتن که بیان پای صندوق رأی. این نشون میده که این نظام به این مردم، بارها هم نشون داده، به این مردم اعتماد نداره، برای این مردم اعتبار قائل نیست، و به خاطر همین هست که درون کشور سرکوب میکنه. سرکوب به تعبیر این که هر صدای اعتراض که در حقیقت درون این کشور بلند میشه، این رو به یک دشمن خارجی در حقیقت ربطش میدن که بساط رو جمع بکنن. ببینید، تو همین در حقیقت آبان ماه رهبری جمهوری اسلامی از نیروهای امنیتی خواستید که بره جمعش بکنید، اجازه ندادن که این در حقیقت اعتراضات خیابانی مسالمت‌آمیز حداقل به این نظام نشون بده که مردم کجا ایستادن. وقتی که شما میرید با کشتار بیش از 1000 نفر میخواید جمعش بکنید، این خشونت نهایتاً در درون این نظام به کجا میخواد منتهی بشه؟ مگه شاه در حقیقت در میدان ژاله خشونت نبرزی؟ تازه خشونت او در مقایسه به خشونت های اینا قابل مقایسه نیست. مگه ما درس نگرفتیم؟ مگه از دولت های استبدادی دنیا درس نگرفتیم که خشونت نهایتاً یک ملت، یک کشوری رو عاصی میکنه؟ از این که شما در حقیقت مردم خودتون رو متصل به جاسوس بدونید، نفوذ خارجی درون کشور خودتون ببینید، به مردم خودتون برگردید،
اعتماد اون مردم رو جلب بکنید، بخواهید که در حد اقل ما ها میدونیم در امنیت داخلی، در امنیت هر کشوری، بحث من اینجا بود که آقای سجادی گفتن چه ربطی داره به فساد. اعتماد مردم به دولت نقش بسیار اساسی بازی میکنه و الان درون این سیستم، درون ایران، این اعتماد و این اعتبار از این دولت رخ بربسته است. این رو در حقیقت باید به عنوان یک ضد امنیت بگیرن، نه در حقیقت دشمنایی که فرضی در حقیقت در دومه خارج کشور فرض میکنن شب و روز. من برمیگردم به آقای سازگارا و اون بحثی که در مورد بیت رهبری داشتید. آقای سازگارا، بحث تعدد نهادهای امنیتی بحث جدی هست، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، ولی حتی وزارت اطلاعات هم که به نوعی وزیرش باید از طرف رئیس جمهور معرفی بشه، در مجلس رأی اعتماد بگیره. آقای علوی خودش گفته ما دست به سینه هستیم مقابل رهبری، هر چی که او بگه ما انجام میدیم. این که همه اینها متمرکز هست زیر نظر رهبری، چرا باعث نشده که اینها هماهنگ‌تر عمل بکنن؟ سوء مدیریت. آقای خامنه‌ای مدیر بسیار ناتوانیه. آقای خامنه‌ای روش مدیریتش این است که گاهی تا سه رده پایین‌تر میره شخصا دخالت میکنه. من اینو در مورد خودم میتونم بگم. یه بار آقای کدیور هم میگفت هر کس تجربه زندان داره تو اون جمهوری اسلامی، به خصوص کسایی که حالا یه کمی مشهورترن، میدونه که گاهی حتی تا بازجویی‌های زندانیای سیاسی رو شخص آقای خامنه‌ای خودش میخونه و به بازجوها خط میده. این روش مدیریت که شما مدیران میانی رو همه رو بذاری تو پرانتز، چهار رده پایین‌تر بری دستور بدید و بعدم ازشون گزارش بخوای، روش آقای خامنه‌ای است و ایشون مدیری هم است که هیچ مسئولیتی نمیپذیره. هر تبهکاری در مملکت به ایشون برمیگرده و سر به زنگام که میشه میندازه گردن این و اون، حاضر نیست مسئولیت تصمیماتش رو بپذیره. این آشفتگی مدیریت در اقتصاد هم خودشو نشون داده. این همه دزد و فاسد که پیدا شده چیزی جز سوء مدیریته. این آشفتگی در محیط زیستم هست، در بخش اجتماعی هم هست، در فرهنگ کشورم هست. اون تئوری احمقانه و ویرانگر تهاجم فرهنگی که ایشون درآورده که به بهانش هر نویسنده و شاعر و دگراندیش رو گرفت کرد تو زندان یا کشت، اونجا هم فاجعه خلق کرده. و در بخش امنیتی هم سوء مدیریت ارشد خامنه‌ای، پسرش اصغر حجازی و غیره خودشو داره نشون میده. زورشون هم فقط خانم قاضی‌زاده به مردم و چهار تا دانشجو و زن بچه مردم و حجاب مردم و اینها میرسه. و سازگار شما و فکر می‌کنم آقای نوربخش هم همین نظر رو داشتن که به هر حال جمهوری اسلامی دنبال امنیت خودش هست تا دنبال امنیت ملی و امنیت ایران. آیا در تامین امنیت خودش موفق بوده به نظر شما؟ به نظر من الان بیش از هر زمانی احساس خطر میکنه. من این رو بر اساس اطلاعات درون حکومت عرض میکنم، تحلیلای درون حکومت که اتفاقا اینم حفره امنیتیشو نشون میده وقتی به دست امثال بنده در خارج میرسه، کاملا نگرانن و تمام تجهیزشون هم برای این نیست که اگر مردم شورش بکنن از فقر، از گرسنگی، از بیماری، از تبعیض، چیزایی که الان خودشونم میدونن، چجوری فقط بکشنشون سرکوب کنن. من الان که با شما صحبت میکنم بیش از هر چیزی نگران این قرار داده خفتبار 25 ساله با چین هستم که دست یک قدرت آدمکش و وحشی مثل چین رو داره به سراسر امور کشور باز میکنه. اصلی ترین بخشش هم که مد نظر آقای خامنه‌ای است که پشت این ایستاده و اون علی آقا محمدی دنبال کرده تا به اینجا برسونه، اون بخش است که چینیا بیان اینترنت کشور ما رو مثل خود چین ببندن همه چیزش رو و اون نرم افزارهایی که رو صورت مردم رو تشخیص بدن و غیره رو در ایران هم نصب کنن و کارهایی که با مسلمانان چین کردن، 2 میلیون آدم رو توی اردوگاه کردن، اگه لازم بشه در ایران هم بکنن. این اون وحشتی است که حکومت داره و خودش هم میفهمه که الان در مقابل مردم، اگر در آبان 98 220 شهر کشور متوسط 1000 نفر اومدن تو خیابون، اگه این عدد ضرب در 2 بشه خودشون هم میگن ما نمیتونیم کنترل کنیم. به همین دلیلم دست به دامن قدرت خارجی شدن برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن و نه اون مملکت رو و نه اون مردمی که الان اینچنین گرفتار بیلیاقتی های حکومتن در قصه مثل کرونا یا سایر زمین ها. آقای سجادی، نظر شما راجع به این حرفا چیه؟ ضمن اینکه این قضیه نگرانی از
در واقع طغیان به خاطر معیشت که حالا خودتونم در صحبتتون بود، به تازگی آقای سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که به همین دلیل مجبور شدن که در واقع اون قرنطینه و طرحهایی که برای کنترل کرونا داشتن رو کنار بگذارن و این خیلی خطرناک است. واقعا فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی تونسته از خودش، نه حالا اگه بگیم حالا امنیت ملی و امنیت جمهوری اسلامی رو دو تا مسئله جدا فرض بکنیم، آیا تونسته از خودش حمایت بکنه به لحاظ امنیتی؟ خواهش میکنم. من قبل از اون اگه اجازه بدید چند تا مطلب اضافه کنم به صحبت جناب آقای نوربخش، بعد برمیگردم به فرمایش شما. ببینید آقای نوربخش تاکید کردن که چرا جمهوری اسلامی از این فرصت به بهبود رابطه با آمریکا استفاده نکرد. من موندم که چیکار دیگه باید میکرد؟ آقای روحانی که با اختیار تام وارد مذاکرات برجام شد، اما دیدیم که با یه دونه سوئیچ شخصیت در کاخ سفید همه چی کلم یکون میشه. خب به چه اعتباری ما باید اعتماد بکنیم که کردیم و دولت در امید همه اعتمادش هم تو برجام گذاشت توی مذاکرات، اما خب دیدیم که ترامپ اومد خیلی راحت اونو کلم یکون کرد. گذشته از اون که میان میگن که دولت جمهوری اسلامی تظاهرات مشروع و اعتراضی مردم رو سرکوب کرد، ببینید واقعیت اینه که تظاهرات سال گذشته سر قضیه بنزین واقعا تظاهرات مشروع و مدنی و محقانه‌ای بود و استارتش هم بر اساس مدنیت گرفته شد، اتخاذ شد و خیلی مدنی بود و در روز اول مردم بسیار مصالحت آمیز در خیابان‌ها تعصب کردن با ماشیناشون، اما فردای اون قضیه در قضیه عوض شد با جفت دست نیروهای براندازی که جناب آقای نوربخش در ایالات متحده که بنده و شما هستیم همین تظاهرات علیه پلیس آمریکا یک دونه کشته نداد، به اعتباری که از اون برم یه دونه بانک ما تخریب نشدیم. میدونین که بانک تو آمریکا که تخریب شدن یعنی حکم ناموس ساخت و سرمایه داره داره. در عرض 3 روز 700 تا بانک در ایران آتیش زدن، 400 تا به بنزین آتیش زدن. به این نمیگن تظاهرات مصالحات آمیز و هر حکومتی به خودش حق میده که این برای آشوب رو کنترل کنه و که. اما در خصوص صحبت آقای سازگارا، ببینید آقای سازگارا به نظر من نمایندگی میکنه یک شخصیت تیپیک ایرانی رو. این که میگم شخصیت تیپیک ایرانی، چون در ایران یکی از چیزایی که بسیار برده اون شخصیت منطق باینریه که تلاش میکنن که با نگاه اهورا و اهریمن و بلک اند وایتی و پلیدی و پلشتی و پاکی و فرشته‌سانی همه مسبب ها و مقصر ها و پلیدی ها و پلشتی ها رو تجسم کنن در شخصی به نام آقای خامنه ای و از اون طرف جبهه مقابل رو به عنوان یکی از فرهیخته ترین و فرزان. نه ببین این خبران نیست. واقعیت اینه که موجودیت ایران یک موجودیت پکیجی که افراد با توش وجود دارن، نقش دارن. آقای خامنه ای بخشی از قدرت رو داره و ما به معنی نیست همه قدرت رو داره و مسئولیت رو اتفاقا همین الان که داریم با شما صحبت می‌کنیم نامه اخیر آقای موسوی خوئینی دامن زده همین دامن زننده به همین بحث رو. نه من فکر می‌کنم یه مقدار نه خیلی مقدار دارن اگزاجره می‌کنن با بولد کردن یک شخصیت و دیو کردن یک شخصیت دارن که طرف مقابل خودشون در همون منطق باینری سفید و سیاه کنن و بتونن توجیه کنن. همین اتفاق در 76 افتاد با اون نگاه اهورا اهریمنی و همینجوری هم این تیف این کارو ادامه داده. من معتقد نیستم، من اصلا متوجه نمیشم خانم قاضی شما هی تفکیک میکنید که جمهوری اسلامی تونسته خودش رو در قبال امنیت ملی. این تفکیک مثلا نمیفهم یعنی چی. مگر جمهوری اسلامی بدون حکومت و مردمش موجودیتی داره که بخواد مثلا توضیح امنیتی خودش رو منفک از جامعه بکنه؟ این اصلا من قبولم ندارم. آقای نوربخش بفرمایید. والا من در جواب سوال شما بگم که در این نظام با این سیاستی که این نظام داره ما از منافع ملی خودمون گذشتیم و به حفظ نظام، این بحث که آقای خامنه‌ای بارها کرده، حفظ نظام از اوجب واجبات، این بحثی که آقای خامنه‌ای کرده. حالا شما در این حفظ نظام هیچ در حقیقت منفعتی رو میبینید برای مردم، منفعتی رو میبینید برای منافع ملی؟ من که نمیتونم حداقل ببینم در این رابطه. اما از جناب سرجاده میخوام سوال بکنم، اگه آقای خامنه ای قدرت نداره چرا آقای خامنه ای یک دولت در حقیقت دولت سایه تشکیل میده و این دولت سایه میتونه قیمت بنزین رو بدون مجلس رو بره بالا؟ چرا بودجه در حقیقت سال گذشته این در حقیقت این نظام این دولت به مجلس نمیرید و آقای خامنه ای خودش دستور میده که این بودجه رو جای دیگه ببرن؟ شما خیلی دست کم میبینید جناب سرجادی این چیزا رو. اما راجع به آبان ماه خدمتتون عرض بکنم، منم با شما موافقم که تظاهرات در روز اول بسیار مسالمت آمیز بود، اما در روز دوم نیروهای امنیتی بودن که این تظاهرات رو به خشونت کشیدن. این توجیه شما توجیه همه اون کسانی هست که میخوان خشونت رو توجیه بکنن. اینها میخواستن که این تظاهرات، ترس از این بود که این تظاهرات دامن بگیره، پا بگیره در حقیقت به شهرهای مختلف
ایران بره، بر حجمش اضافه بشه، این تظاهرات رو برای جمع میکردن. شما صحبت جناب رهبری رو نشید که برید جمع بکنید این تظاهرات رو. این نظام نظامی هست که از اعتراض میترسه. ببینید شما مقایسه بکنید ایران رو با عراق مقایسه بکنید و برخوردی که آقای سیستانی میکنه به اعتراضات در عراق و برخوردی که در ایران به اعتراضات میشه. اعتراضات خیابانی در ایران به خاطر اینکه ضعف این نظام رو نشون بده به شکل‌های مختلف و این حجم، اینها درسشون رو از جنبش بعد از انتخابات 88 گرفتن که 2 میلیون آدم بودن توی خیابان و اون توی در حقیقت ضمیر ناخودآگاه این مردم نشسته است. نشسته است به تعبیر این که یکی از بزرگترین در حقیقت صحنه‌های اعتراضی در ایران بوده. خب اینها میترسن از این که اجازه بدن که اعتراضات پا بگیره در ایران. اینه که من با کمال احترام برای جناب سجادی باید بگم که اگه آبان ماه به خشونت کشیده شد، آبان ماه رو نیروهای انتظامی به خشونت کشیدن، همین گونه که در جنبش 88 با ماشین از روی مردم رفتن و من در فامیل خودم آدم دارم که وقتی که این خبر رو میده به خبرگزاری‌های خارجی و عکسش رو، اون آدم 2 سال رفت زندان فقط به خاطر اینکه این خبر رو به دنیای بیرون فرستاد. است اینه که من واقعا مبروک هستم که من میخوام اجازه بخوام که آقای سجادی، کوتاه پاسخ بدین چون میخوام یه وقتم به آقای سازگارا بدم. بفهم البته جناب آقای نوربخش پاسخ به عرایض بنده ندادن که بخش ترامپ رو که مثال زدم که علاوه بر همه استفاده که جمهوری اسلامی از اون فرصت به تعبیر ایشون کردن که با آمریکا مشکل رو حل کنیم، دیدین که با جابجایی قدرت در کاخ سفید دوباره همه چی برگشت سر جای خودش. من تمایل داشتم ایشون حداقل به این بخش اشاره می‌کردن، اما در رابطه با چی مرز حالا ایشون این موضوع پرانتز دارن باز میکنن که پاسخگوییش یه مقدار اطاله کلام میکنه. ایشون بحث 88 رو باز کردن. نه آقای نوربخش، بحث این که نیروی انتظامی با ماشین روی مردم رد شد این خبر نبود، یک اتفاق افتاد، اونم بر اثر تصادف یک مورد بود. اینجوری نبود که مثلا اینجوری که شما میفرمایید مثلا امریه فرمانده نیروی انتظامی بود که مردم با ماشین له کنید. آقای سجادی در اون مورد کاری نداریم، ولی به هر حال این که شلیک مستقیم به مردم شد در آبان که دیگه این الان خود جمهوری اسلامی، خود مقامات جمهوری اسلامی میگن 230 نفر کشته شدن. خانم قاضی زاده، خود بی بی سی صادقانه گزارش داد که حداقل قضیه معاشر صادقانه شما گزارش شد که تیراندازی اولیه رو از تو نیزار به نیروهای امنیتی کردن که نیروهای امنیتی در واکنش مجبور شدن برخورد کنن. کما که در همون بحث 88 هم نگاه میکنید در راهپیمایی سکوت کمترین 230 نفر فقط در نیزار کشته نشدن، در سراسر کشور کشته شدن. عرض میکنم خدمت شما وقتی 700 تا بانک رو میان آتش میزنن، کدوم حکومتی تحمل میکنه یه همچین تخریب حجم از تخریب رو؟ البته ایشون آقای مهدی تاکید میکنن که آقای خامنه ای گفتن برید تظاهرات رو جمعش کنید. کدوم تظاهرات؟ بحث تظاهرات نبود، بحث شهر جنگ شهری و آشوب بود که 700 تا بانک توش در اومد سوخته، 400 تا بمب زدن در اومد. بحث خب اعتراض چون وقت کم هست، من اجازه میخوام اجازه بدیم آقای سازگارا هم جمع‌بندی بکنم. آقای سازگارا بفرمایید. بله، من ابتدا از آقای سجادی، اگر تشبیه ایشون به خامنه ای و پسرش توهین آمیز بوده و ایشون توهین تلقی کردن، عذرخواهی میکنم، این رو بگم. اما ادامه صحبت به نظرم بحث حالا نه روابط ایران و آمریکا تو این جلسه قرار بوده بحث بشه، چون اون یه موضوع جداگانه است، و نه جنبش 88 یا 98، بلکه بحث امنیت کشور و تحلیل دستگاه امنیتی کشور. ببینید الان به دلیل همین آشفتگی در دستگاه امنیتی کشور، مجتبی خامنه‌ای مسئول شده، دفتری به نام دفتر مرکز درست کرده، 7000 آدم هم پرونده هاشون رو درست کرده، زیر بغلش گذاشته و اولم از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و اینها شروع کرده به تصفیه کردن و قرار عوض کن، برای اینکه این آقای خامنه‌ای و پسرش الان از پشت سرشون ایمن نیستن، یعنی در محرمترین جاهای حکومت مشکل پیدا کردن و اتفاقا این باعث نارضایتی داخل خود وزارت اطلاعات هم الان شده. اینو میخوان به نیروهای مسلح بکشونن، امام جمعه ها بکشونن و یک تصفیه در درون حکومت دارن میکنن که دقیقا همون اتفاقی است که تو همه حکومت های توتالیتر افتاده، تئوری خانم هانا آرنت و اون فاز سومشون که وقتی میبینن که وفاداری دیگه نیست و دلنگران میشن، شروع میکنن حسه سخت حکومت رو بسته تر و به اصطلاح تصفیه شده تر بکنن. بنابراین این دستگاه الان در مقابل چالش
هم هجوم و جنگ اطلاعاتی که حالا با اسرائیل سالهاست داشتن و دارن قرار داره که اینجور ضربه پذیره، هم بزرگترین چالش خودش رو حکومتی که نماینده ملت ایران نیست، جمهوری اسلامی با مردم ایران دوتاست و برای اینکه رأی مردم رو نداره، پشتیبانی مردم رو نداره، میترسه خودش رو به رأی مردم بگذاره. این حکومت الان مواجهه با چالش بزرگ نارضایتی های مردم داره، خودشو تجهیز میکنه که آدم با پشت سر بذاره. متاسفانه وقت ما تموم میشه آقای سازگارا، آقای سجادی، آقای نوربخش، ممنونم. ضمن اینکه من توضیح بدم در مورد نیزار که اون در واقع اصل خبر این بود که دعوا و اون نبرد خیابانی از خیابان بعد از تیراندازی به سوی معترضان به نیزار کشیده شده. من جزئیات اون خبر رو الان دقیق حضور ذهن ندارم، ولی ازتون دعوت میکنم برید و اون خبر رو در آرشیو بی بی سی پیدا کنید، خودتون ببینید و بعد قضاوت کنید. و ممنونم از اینکه با این برنامه همراه بودید. برنامه بعدی سه‌شنبه شب روزتون خوش.